سرخط خبرها. تقاضای توافق سیاسی از حکومت و طالبان. پاکستان میگوید از نظامی که مردم بخواهند حمایت میکند. زمانی که آمریکایان خروج نیروهایشان را اعلان کردند، طالبان فکر کردند که آنان برنده جنگ شدند. نشست دو جانبه افغانستان و ترکمنستان. قرار است چندین تفاهم‌نامه اقتصادی در پایان این نشست امضا شود. دیدگاه مشترک رؤسای محترم جمهور کشور نه تنها رشد اقتصادی و رفاه، صلح و امنیت بر هر دو کشور ماست. عملیات نیروهای امنیتی در ننگرهار با شمول جنگجویان خارجی نزدیک به 200 طالب کشته شدند. اکثر بکی پاکستانی و افریدی و اورنگزی و داخل و دایی دلویختون دیر مری پاسا حاک پاتی دی. و تعلیق حساب کاربری فیسبوک دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا برای 2 سال. سلام و شبتان بخیر. به خبر 8 از تلویزیون ملی افغانستان با من مصطفی سلیمان خیلی خوش آمدید. صدر اعظم پاکستان میگوید که قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان باید به یک توافق سیاسی برسند. عمران خان تاکید می‌ورزد که کشورش پالیسی حکومت‌های گذشته را در افغانستان به پیش نمی‌برد و اسلام آباد از ایجاد نظام دلخواه افغان‌ها حمایت می‌کند. از سوی هم وزارت صلح میگوید که گفتگوها در مورد آغاز مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد و به زودی اعضای باقی مانده هیئت نیز به دوحه می روند. پاکستان یکی از بازیگران مهم منطقوی در روند صلح افغانستان است. صدر اعظم این کشور گفته است که قبل از تکمیلی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ختم منازعات جاری را از راه ساختارهای سیاسی می خواهد. عمران خان در مصاحبه با رویترز گفته است که اسلام آباد پالیسی حکومت‌های گذشته را تعقیب نمی‌کند و این کشور از ایجاد نظام حمایت می‌کند که مورد قبول مردم افغانستان باشد. صدر اعظم پاکستان دلیل کندی در پیشرفت مذاکرات صلح را وابسته به باورهای طالبان به میدان جنگ می‌داند. زمانی که آمریکایان خروج نیروهایشان را اعلان کردند، طالبان فکر کردند که آنان برنده جنگ شدند. آوردن این چنین گروه به مذاکرات صلح که خود را برنده می داند بسیار مشکل است. هرچند اسلام آباد در بخش صلح افغانستان حرف از تعهد می زند، اما این کار قناعت طرف افغان را به دست نیاورده است. نگاهی پاکستان به افغانستان در ارتباط با معامله و بدبستانی است که با چین و ایالات متحده آمریکا دارد و این کشور در حال گفتگو، مذاکره و یا چانه‌زنی روی سرنوشت افغانستان با این کشور در سیاست‌های کلان بین‌المللی و منطقه‌ای است. اکنون گفتگوهای صلح به گونه متوقف شده است. برخی دیپلمات‌های پیشین و فعالان مدنی از جهانیان می‌خواهد تا به منظور تسریع مذاکرات فشارهایشان را بر طرف‌های درگیر بیشتر بسازند. ستر هوادونه دی اتحادی اروپا مثلا دی ملګرو ملتونو سازمانونه او نور د نړیوال سازمان که وغواړي په طالبانو مثلا د افغانستان صلح په پروسه کې په ګاونډیانو په دوی باندې یو څه فشار راوړي د افغانستان صلح کدلی سي بریالی کړي او دوی صلح ته کښېنوي. امیدوار هستم که نه تنها طرفین جنگی بلکه تمامی قدرت های حامی دو طرف به خاطر ایجاد فضای صلح و همچنان حمایت از روند صلح دست به هم بدن و تا این مشکل حل شود. با آغاز مرحله جدید گفتگوهای صلح، قرار است اعضای باقی مانده هیئت مذاکره کننده حکومت نیز به دوحه بروند و این مرحله مذاکرات را با قوت آغاز کنند. د مذاکرات د ژر پیلیدو په خاطر د مقابل لوري سره همغږي جریان لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په پوره جدیت او عملی اراده سره د مذاکراتو ځای ته تللی. با پیشرفت بتی گفتگوهای صلح، جنگ به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته و خشونت‌ها در بیشتر ولایت‌ها ادامه دارد.
نشست وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان در شهر هرات برگزار شد. قرار است این نشست برای دو روز ادامه پیدا کند. موضوعاتی از جمله خرید گاز از ترکمنستان، افزایش واردات برق ترکمنستان به هرات، ادامه خط آهن به افغانستان، صادرات سنگ مرمر هرات به ترکمنستان، ترانزیت کالاهای تجارتی افغانستان از طریق راه لاجورد، امنیت و روند صلح افغانستان از مسائل مورد بحث در این نشست خواهد بود. در پایان نشست تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و ترانزیتی نیز بین طرفین به امضا خواهد رسید. دیدگاه مشترک رؤسای محترم جمهور کشور نه تنها رشد اقتصادی و رفاه، صلح و امنیت بر هر دو کشور ماست، بلکه بر منطقه و جامعه مشترک جهانی ماست. در مطابقت با این دیدگاه مشترک رهبران محترم دو کشور، در سالهای گذشته موارد نهایت مهم را صحبت کردیم و کار عملی را رویش آغاز کردیم. این برنامه ها نه تنها بر اقتصاد دو کشور ما مهمند، بلکه در عین زمان از اهمیت استراتژیک بر منطقه ما برخوردار است. همکارم نعمت‌الله باهر که نشست را دنبال کرده از هرات با ماست. باهر سلام به خودت، میشه که بر ما بگویی که در روز اول چه گذشت و چه تفاهم‌نامه های قرار است امضا شود؟ همونطور که گفتین نشست مشترک وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان امروز در ولایت هرات برگزار شد. این نشست برای دو روز هست. قرار است در این نشست صحبت ها و یا بحث های در مورد خریداری گاز، خریداری برق، افزایش برق به ولایت هرات، همچنین امتداد خط آهن و همچنین صادرات سنگ مرمر هرات، بحث مسائل امنیتی، همچنان بحث مسائل صلح در این دو روز به بحث گرفته بشه و در پایان نشست هم تفاهم‌نامه های بین مسئولین دولت افغانستان و همچنین مسئولین کشور ترکمنستان که در هرات هستند به امضا برسه. این نشست قرار است فردا خاتمه پیدا بکنه و در خاتمه هم نشست خبری توسط وزرای خارجه دو کشور برگزار بشه و آنچه که در این دو روز بحث صورت گرفته به رسانه ها شریک ساخته شود. بسیار خب باهر، میدانیم که فردا همین نشست ادامه داره، میشه بر ما بگی در اجنده نشست هم در رابطه با امنیت و صلح افغانستان هم هست، آیا موضوعاتی بر رسانه ها درس کرده که چه تفاهمی قرار است در رابطه با بخش امنیتی و صلح امضا شود بین افغانستان و ترکمنستان؟ بحث بیشتر روی مسائل اقتصادی است، در گوشه هم از مسائل صلح و امنیت هم یادآوری شده. هنوز مشخصا تفاهم‌نامه‌هایی که قرار امضا بشه به رسانه ها اعلام نشده و بحث جریان داره. فردا در ختم جلسه روز دوم توسط نشست خبری که از سوی وزرای خارجه برگزار خواهد شد، آنچه که در این دو روز بحث می شود به رسانه ها گفته خواهد شد. بحث اصلی بحث مسائل اقتصادی و ترانزیتی است. این کار از سوی وزیر خارجه افغانستان مورد استقبال قرار گرفت. همچنین وزیر خارجه ترکمنستان هم گفت که ما علاقمند در روابط دیرینه با افغانستان هستیم، تلاش میکنیم که روابط ما در هر عرصه هم مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی گسترش پیدا بکنه. به این روند مثل که در سالهای گذشته ادامه داشته در آینده هم ادامه داشته باشه. تشکر از خودت نعمت‌الله باهر از هرات. رئیس جمهور محمد اشرف غنی طی صحبت تلفنی با شماری از بزرگان متنفذین و علمای ولایات پیشنهادات و مشکلات آنان را در عرصه‌های مختلف استماع نموده و به خاطر حل آن به ادارات مربوطه هدایات لازم صادر کرد. در این تماس‌های جداگانه تلفنی آنان از آخرین انکشافات ولایت مربوطهشان به شمول چگونگی تطبیق پروژه‌های انکشافی به رئیس جمهور معلومات دادند. آنان حمایتشان را از نظام جمهوری اسلامی افغانستان و تلاش های رئیس جمهور در زمینه های مختلف به ویژه روند صلح ابراز داشتند.
شمار از احزاب سیاسی میگویند که خواهان توقف هرچه سریعتر خشونت‌های جاری در کشور هستند. آنان میگویند با خروج سربازان خارجی دیگر مشروعیتی برای دوام جنگ نمانده و باید اختلافات از راه گفتگوها حل شود. این فعالان سیاسی از طالبان میخواهند تا تعهداتشان را به صلح در عمل ثابت کنند. صدیقه فرامرز گزارش میدهد. شماری از احزاب سیاسی اینجا در کابل گرد هم آمدند و خواهان متوقف شدن جنگ های جاری در کشورند. این فعالان سیاسی ادامه خشونت ها را پس از آغاز خروج رسمی سربازان خارجی از افغانستان توجیه پذیر نمی دانند. اینان می گویند که مشروعیت جنگ جاری در کشور به پایان رسیده است. جنگ امروز دیگه هیچ موجبه نداره و هیچ مشروعیت نداره. ما به طالبای پیام داریم و ای پیام برشان هم دادیم ما که فردا شما به این کشور آمدنی هستین و در اداره کشور در پهلوی دیگر افغانهایی که با دولت هستن قرار خواهد گرفتین و باش قوتهای شما و قوتهای دفاعی فعلی دولت مشترکن از این خواب دفاع خواهد کرد. شما چرا این سرمایه را از من میبرین؟ احزاب سیاسی فعال در کشور خواهان نقش برجسته زنان در گفتگوهای صلح هستند. خواهش و خواست ما از همه برادرای ماهی است که همچنان بر حمایت‌هایتان از زنهای افغانستان ادامه بدین. زنها یک بار قربانی جنگ بودن، یک بار دیگه نشه که باز زنهای افغانستان قربانی صلح شوند. دوام حمایت از نظام کنونی و منافع ملی کشور و همچنان شکستن خاموشی جامعه جهانی در مورد وضعیت روان در افغانستان را از خواستهای مهم دیگرشان مطرح می کنند. مردم ما در فریادهای جانگداز مادران از این سرزمین غمگین و متاثر نباشد. دیگر در افغانستان ما یک افغانستان آباد و یک افغانستان آزاد داشته باشیم. انتظار می رود با شروع دور تازه مذاکرات خشونتها در کشور کاهش پیدا کند و دو طرف به آتش بس دائمی توافق کنند. در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ننگرهار نزدیک به 200 طالب کشته شدند که تعداد پاکستانی نیز در میانشان هستند. با گفته نیروها طالبان به شمول ننگرهار جنگ را در دیگر ولایت‌ها نیز افزایش دادند که با جواب محکم نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند. در همین حال مردم از هر دو طرف جنگ می‌خواهند تا برای رسیدن به صلح آتش بس کنند. در ولسوالی‌های اچین، حدس کمینه و پچیراگام ننگرهار عملیات نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان جریان دارد. مسئولین امنیتی میگویند که از شروع این عملیات تا کنون از هوا و زمین به طالبان حمله کردند که نزدیک به 200 طالب که تعداد پاکستانی نیز در میان آنان هستند کشته شدند. این تیاره بی سرنشین طالبان است که قابلیت انتقال 3 مرمی هاوان را دارد که دیشب توسط نیروهای امنیتی از بین برده شد. اکثر بکی پاکستانی هم و پیردی و آورانیزی و دخل و دهی در زلویختون دیر مری پا ساحاک پاتی دی او پلس هاوی زخمین دلتا پدی سیمکی و چه اغا هم در طور بوری دلاری نه پاکستان تا ور انتقال کرد. پور وزید دلتا آرام دی کوشش هم دا کهو که دهی ولسوالی و که نبل که ننگرهار که چشتا امن وساتو. در همین حال سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید طالبان تنها در یک هفته گذشته در 27 ولایت نزدیک به 200 نفر مردم عام را کشتند. یواز تیر اونی طالبانو په 28 ولایتونو کې درش په ملکی وګړي شهیدان او 126 ټپیان کړی دي. په شهیدانو او ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. طالبان د جګړې په اصولو کې استثنا نه پیژني او د دوی اعمالو څرګندېږي چې له ځانه پرته یې نور طول خلق هدف دی. مردم اما با خوشبینی از روند شکست طالبان از هر دو طرف جنگ می خواهند تا آتش بس کرده و در راستای صلح در افغانستان قدم بردارند. توان خودی موگ ده گت خارجی حقوی وادو تروان ده سی چا سلا ده اصله ده دیگو راکت هم چلیگی دیگو بمون هم چلیگی دیگو طول بارود پمخ که استعمالیگی توان مختر ده موگ بچان کور پا کور تباسو. پم دې همدې کې تقریبا پم دې 15 کالو کې څومره افغان ولس په منځه لاړ. همدې زموږ د سرتیری څومره ډیر لاړل. خو زما غوښتنه همدا ده چې نور دې دا جنګ ودرئ، یو اتفاق دې شي، یو اتحاد دې شي چې دا وینه تویدل نوره بنده شي. مسئولین امنیتی میگویند
این عملیات ها تا زمان تأمین امنیت و آرامی مردم این ولایت ادامه خواهد داشت. جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ننگرهار در حال افزایش یافته است که در طی چند روز گذشته چندین ولسوالی این ولایت شاهد حملات طالبان بر پوسته های امنیتی و این نیروها بوده که با پاسخ هوایی و زمینی این نیروها روبرو شدند. به میانه مجموعه خبری رسیدیم. چند خبر کوتاه. در عملیات نیروهای افغان در ولایت سمنگان 10 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. مقامات امنیتی سمنگان میگویند که عملیات تصفیهوی کسری نیروهای دفاعی و امنیتی در ساحات سرخقلعه، آهنگر و بادتاق ولسوالی رویداب این ولایت صورت گرفت. 7 طالب کشته و 3 تن دیگر آنها و شمول 1 تن افراد کلیدیشان زخمی شدند. 27 تن به اتهام جرایم جنایی در مناطق ساحات مختلف شهر کابل از سوی پلیس بازداشت شدند. وزارت داخله میگوید که از نزد این اشخاص 7 میل سلاح نیز به دست آمده است. و امتحان کانکور در فاریاب با حضور بیشتر از 4000 داوطلب تحت نظر هیئت موظف اداره ملی امتحانات کانکور در صحن پوهنتون فاریاب اخذ گردید. مسئولان میگویند که در امتحان کانکور عمومی این ولایت بیشتر از 4800 تن هم از ذکور و اوناس شرکت کردند و امسال نظر به مشکلات امنیتی، فقر و خشکسالی تعداد داوطلبان کانکور کاهش یافته است. این در حالی است که در سالهای قبل تعداد داوطلبان کانکور در فاریاب تا بیشتر از 7000 تن می‌رسید. آمریکا می‌گوید با تداوم کمک‌هایش در افغانستان این بار 266 میلیون دلار کمک می‌کند که در بخش حمایت از بیجا شدگان، زنان و مبارزه با کرونا مصرف خواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان از اعلام این کمک‌ها استقبال کرده و به ادامه همکاری‌های هر دو کشور تاکید نموده. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی خواستار مدیریت درست این کمک ها شدند. در حالی که قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری نیروهای آمریکا از افغانستان بیرون شود، اما این کشور به تازگی به تداوم همکاری هایش 266 میلیون دلار کمک برای افغانستان اعلام کرده است. ارگی ریاست جمهوری از اعلام این کمک های آمریکا ستایش کرده و به تداوم همکاری دو کشور تاکید کرده است. حکومت از حمایت‌ها و کمک‌های ایالات متحده آمریکا سپاسگزار است. همکاری‌های مشترک دو کشور بر اساس توافق‌نامه‌ها و منافع ملی دو کشور تداوم خواهد یافت. قرار اعلامیه خبری وزارت خارجه آمریکا از این کمک‌ها در بخش حمایت از زنانی که با خشونت مواجه هستند، بیجا شدگان جنگی و مبارزه با کرونا هزینه خواهد شد. از سوی دیگر آگاهان مسائل اقتصادی کمک‌های مالی آمریکا را در شرایط دشوار فعلی یک فرصت خوب می‌دانند و خواستار مدیریت درستی هستند. این پول در بخش‌های اقتصادی و رفاهی باید به شکل زیربنایی هزینه شود تا یک مقدار نتیجه و مزیت از او ماندگار باقی بماند. با کمک‌های اعلام شده فعلی از سال 2002 تا حالا، کمک‌های مالی آمریکا برای افغانستان در حدود 3 میلیارد دلار می‌رسد. شرکت هوایی آریان افغان میگوید که یک طیاره این شرکت برخلاف اصول بین المللی از سوی گمرک روسیه 3 ماه متوقف شده بود که در این مدت بیش از 1 میلیون دلار خساره دیدند. زبیلای حبیبی از نشست خبری این شرکت گزارشی دهیه کرده. این طیاره بوئینگ 737 شرکت هوایی افغان آریانا به اتهام نقض قوانین گمرکی 3 ماه در کشور روسیه متوقف شده بود. حالا مسئولان این شرکت هوایی میگویند محکمه در روسیه پس از بررسی مدارک به نفع شرکت هوایی افغان آریانا فیصله کرده و طیاره این شرکت امروز به کابل بازگشت. و گفتند که قبل از اینکه اسناد به گمرک تسلیم بکنند بعد قبل از او پرواز کرده طیاره. مسئولان این شرکت هوایی میگویند در این مدت بیشتر از 1 میلیون دلار خساره دیدند و باید آن را کشور روسیه جبران کند. همی هفته بخیر، رسما ما قضیه را در مسکو باز میکنیم و خواهان عمود لاس یا توانایی که به ضرری که باریانا از توقف امی یک فروند طیاره آریانا شده او را ما ازشان بخواهیم و در محاکم انشاءالله پیگیری میشه.
بر بنیاد قوانین گمرکی روسیه طیارهایی که پیش از اجازه اداره گمرک هوایی این کشور میدان را ترک کند چند برابر بیشتر از قیمت طیاره جریمه می شوند. وزارت صحت عامه میگوید که تا حالا با کمبود اکسیژن مواجه نشدند، اما در صورت گسترش ویروس بین مردم با کمبود مواجه خواهند شد. این وزارت میگوید که در تلاش کنترل وضعیت و رساندن اکسیژن به تمام شفاخانه هستند. از سوی دیگر شماری از شفاخانه ها میگویند که از کمبود اکسیژن شکایت دارند و در صورتی که توجه نشود مشکلاتشان افزایش پیدا خواهد کرد. با اوج گرفتن موج سوم ویروس کرونا شماری از شفاخانه ها نگران آنند که به کمبود اکسیژن مواجه خواهند شد. وزارت صحت عامه کشور میگوید در تلاش کنترل وضعیت هستند، تا حال به کمبود مواجه نشدند. د کمبود اکسیژن د کمبود سره مخ نه یو، اکسیژن پروتین ډبل سره ټول روغتي مراکز ته سپلای کیږي، او کچیرته د وادول همکاري د روغتي وزارت سره نه وي، یعنی دا په دې معنی چې پیخ هغه روغتي پیامون ته توجه نه کوي، خپل سیاست خیال نه ساتي، نو دا هم دې معنی پیخ ډیر خلک مبتلا کیږي او واقعي مالات خو ته خلک زی، یعنی واقعي پیخ ډیریږي په حالاتو کې چې کچیرته پیخ ډیر شي موږ به د اکسیژن د کمبود سره کې دي شي مخ شو. وزارت صحت عامه به هدف پیشگیری از کمبود اکسیژن در تلاش فعالسازی مراکز تولید آن در شفاخانه ها هستند. به گفته مسئولان این وزارت وضعیت فعلا تحت کنترل است و برای تمامی مریضان بستری اکسیژن وجود دارد. موږ د اکسیژن د تولید لپاره او د اکسیژن د رانیولو څخه په بازار کې د روغتیا وزارت منظمه پلان ترتیب کړی دی. د پلان مطابق هم په تاسو باندې شهیدان یاسي چې په ډیر نږدې ورځو کې به من په افغان جاپان روغتون کې یو غټه دزګه چې همدغه روغتون لپاره اکسیجن تولید به بسنه کوي. په ځینو روغتي مراکزو کې هم اکسیجن من کوم د قرارداد مطابق رانیول د پلان مطابق د روغتي وزارت خپل اهتمامات نیولې په دغه برخه کې. اسوی دیگر در شفاخانه ویژه کویت 19 در قصبه کابل مریضان از کمبود اکسیجن شکایت دارند. مسئولان این شفاخانه هم کمبود اکسیجن را میپذیرند، اما میگویند که به زودی این دزګه ها به تولید اکسیجن آغاز میکند. بس یوازینی مشکل لاره چې اکسیجن ډیر زیات کم دی، لګنه بیخی ډیر کم دی. غوښتنه مداره چې مریضانو ته باید اکسیجن راوړي، ځکه چې دغو مریضانو ډوډۍ اکسیجن شوی که ماشین های راورده به خاطر نصب آماده سازی اکسیجن که اکسیجن تولید بکنه بر ما، شاید در ظرف یک روز امروز یا سبا بخیر اگر خواست خدا باشه این دستگاه ما منتاش شوه و آماده تولید اکسیجن شوه بر ما، که ما از این مشکل بسیار جدی و سختی که داریم از این بتانیم که عبور کنیم. این نگرانی ها در حالی به میان می آید که تنها در 24 ساعت گذشته در سراسر کشور 1273 تن به کووید 19 آلوده شدند و 41 تن هم در نتیجه آن جان باختند. رقم کل مبتلایان به این ویروس 79236 تن رسیده و 3145 تن دیگر از آغاز تا حال در نتیجه این ویروس جان باختند. و حال تازه ترین ارقام مبتلایان کرونا در دیگر کشورها. سازمان جهانی صحت در تازه ترین گزارش خود شمار مبتلایان به بیماری کرونا را در جهان 173 میلیون و 357 هزار تن اعلان کرده است. با اساس گزارش این سازمان 3 میلیون و 728 هزار بیمار جان باخته و 156 میلیون و 121 هزار بیمار صحت یاب شده است. پس از 2 ماه برای نخستین بار در هندوستان واقعات مثبت بیماری کرونا کاهش یافته است. در این کشور تا یک شبانه روز گذشته 120,529 تن با بیماری کرونا مصاب شده و 3,380 تن ناشی از این بیماری جانهایشان را از دست دادند. وزارت صحت این کشور شمار کل مبتلایان را 28 میلیون و 690 هزار تن و شمار کل جانباختگان را 3482 تن اعلام کرده است. چند خبر خارجی. در نتیجه باران‌های شدید و طوفان‌ها در سریلانکا 4 تن جان باخته و 7 تن دیگر ناپدید شدند. مقام‌های این کشور می‌گویند که در نتیجه لغزش زمین و سیلاب‌ها 500 خانه مسکونی تخریب گردیده، تمام جاده‌های عمومی بر روی ترافیک مسدود شده و همچنان بیش از 5000 خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. اداره هواشناسی این کشور مرکز سیلاب‌های مذکور را یک جزیره در بحر هند خوانده و گفته است که 6 منطقه زیر آب شده.
در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در ولایت هنان چین دو تن جان باخته و 7 تن دیگر ناپدید شدند. این حادثه زمانی رخ داده است که کمپانی هنان هابی میخواست که در این معدن فعالیت خود را بار دیگر آغاز کند. گفتنی است که ماه گذشته به دلیل عدم رعایت مقررات فعالیت شرکت مذکور در این معدن به حالت تعلیق در آمده بود. و شرکت فیسبوک اعلام کرده است که حساب کاربری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا را به مدت 2 سال به حالت تعلیق درآورده. این شرکت طی اعلامیه گفته است که در صورتی که تشخیص دهد که فعالیت‌های وی خطر جدی برای امنیت عمومی ندارد، آنگاه اجازه خواهد داد تا آقای ترامپ از این شبکه اجتماعی استفاده کند. دونالد ترامپ به شدت از این تصمیم فیسبوک انتقاد کرده و گفته است که این اقدام توهین به 75 میلیون آمریکایی است که در انتخابات ریاست جمهوری به وی رأی دادند. حساب کاربری دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و توییتر پس از حمله گروهی از حامیان خشونتگرای وی به کنگره آمریکا در 6 جنوری سال 2020 به حالت تعلیق درآمد. یک خبر اقتصادی. آب و هوای مناسب ولایت تخار سبب رشد صنعت زنبورداری در این ولایت شده. مسئولان زراعت تخار میگویند که سالانه حدود 100 تا 140 تن عسل در این ولایت تولید می شود. زنبورداران با آنکه از کاربارشان راضی اند، اما از دولت می خواهند تا در قسمت ایجاد یک مرکز پروسس عسل در این ولایت توجه نمایند. 12 سال است که در بخش پرورش زنبور عسل کار می کند. حیات الله باشنده ولسوالی کلفگان تخار در کنار معلمیش ابتدا زنبورداری را با 6 صندوق آغاز کرد، اکنون به 40 صندوق رسانده است. از هر صندوق ما سالانه از 10 کیلو الى 7 کیلو می گیریم از 200. از 20 صندوق تقریبا از هر دوره عسل کشی بکنیم انشاءالله 145-150 کیلو عسل میگیریم. صنعت زنبورداری در این ولسوالی تنها به حیات الله تمام نمی شود. بسیاری مردم به دلیل آب و هوای مناسب در کلفگان حتی از ولایت‌های دوردست مانند محمد نبی از ولایت پکتیا و عبدالله باشنده محل نمونه از ده‌ها زنبوردار در این ولسوالی هستند که از کاربارشان خوشحالند. سال پس از خوشحالی متریف و دیگر نه تقریبا شل کاله کی در ما کاری دو کاروبار دای ما نگه دو ده پیغام دارم چه دی خارج تجی و داری خطر بانی قبلی و تاوان قبلی کچاکبر تا پیسی ورکی پاقا پیسو چه دل تا افغانستان که کاروبار شروع که خپل ملکی انده بڑی رخیه. اینجا مرکز فروش عسل روستا در شهر طالقان مرکز تخار است، جایی که انواع عسل خالص دو فصله به قیمت‌های مختلف به فروش میرسد. بعضی عسل های دارین که ما تا 1000 افغانی عسل خریداری کردیم که عسل بیر از 1000 افغانی آمده. دیگه عسل منجا داریم که 700 افغانی آمده است که ما در حدود 800 الی 900 رپا ما او را فروش کردیم. در این حال مسئولان زراعت تخار میگویند آب و هوای مناسب در این ولایت سبب رشد صنعت زنبورداری شده است. سالایی که بارندگی های موسمی خوب باشه، آفات طبیعی کمتر باشه، ما تولیدی به اصطلاح چشمگیری داریم که حداقل بین 100 الی 140 تن ما توسط زنبورکارای ما عسل تولید بشه. به گفته مسئولان زراعت تخار در این ولایت 8 انجمن زنبورداری ثبت این ریاست شده است که 450 زنبوردار زیر چتر این انجمن کار میکنند. افزون بر کلفگان، ولسوالی های فرخار، ورسج، چال، اشکمش، دشت قلعه، رستاق از ولسوالی های تخار به شمار می رود که صنعت زنبورداری در آن رشد چشمگیری کرده است. در اخیر چند خبر